عرض سلام خدمت شما شاگردان مکتب هادی به برنامه آموزشی درس کیمیا خوش آمدید. امروز درس سوم از فصل سوم کیمیا سنف نهم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. دو سفر نو سد و شست و چار، اف نمبر ارتباطی برنامه مکتب است که میتوانید از این طریق در فضای مجازی با ما ارتباط بگیرید. موضوع این فصل در رابطه با مرکبات است با گروپ های وظیفوی مختلف اهداف درسی که امروز ما شما می با هم یک جای کار کنیم ایترهاست الدیهایت هاست که با هر کدام از این مرکبات و ساختار آنها آشنا, آشنا خواهید شد و در آخر هم میتانل یا فارم الدیهایت که یکی از مرکبات پرکار بود و بسیار مهم از الدیهایت ها می باشد با هم ویژگی ها و خصوصیات آن را یاد خواهیم گرفت و آشنا خواهیم شد. ایترها چه قسمی مرکبات است و مرکباتی که دارای گروپ وظیفوی او می باشد که اتم اکسیژن از دو طرف به گروپ های الکایل اتصال یافته باشد را ما به نام ایتر یاد می کنیم که از این مرکبات در گذشته با عنوان ماده بهوش کننده در عملیات ها و جرایی ها از آن استفاده می شد که یکی از مصرف های پرکاربرد مرکب مورد نظر است. و اما نامگذاری ایترها چه قسمی است؟ برای نامگذاری ایترها در معادلات کیمیاوی به این قسم شما انجام می تین. در مرحله اول بقیه الکایل کوچک را نوشته می کنید. بعد از او بقیه بزرگی الکای را نوشته میکنید و در آخر هم کلمه ایتر را با آن علاوه می با توجه به این فرمولی که برایتان گفته شد برای این ببینیم که چه سوالی را می در رابطه با نامگذاری ایترها با هم یک جای کار کنیم و حل کنیم. سوال قسمی نام مرکب زیر را نوشته کنید. مرکبی که برای شما داده شده است یک ایتر است CH3 رابطه و رابطه C 2 رابطه CH3 مرکب مورد نظر را بر روی تخت سیاه با هم نوشته میکنیم و نام آن را با توجه به فرمولی که بیشتر برایتان گفتم نام آن را نوشته میکنیم خب مرکب CH3 رابطه و رابطه ch دو رابطه سی h 3 است خب گفتیم برای نامگذاری ایترها از این فرمول پیروی میکردیم بقیه الکایل کوچک را نوشته میکردیم بعد از او بقیه الکایلی الکایل بزرگ نوشته شد و در آخر هم کلمه ای ایتر آن علاوه می شد. از این فرمول باید پیروی کند برای نامگذاری اترها. خب گروپ الکایل ها رو مشخص می کنیم اگر این گروپ وظیفوی ها باشه ما در قسمت دو گروپ الکایل داریم در دو طرفی اتمی اکسیژن. خب اول بقیه الکل کوچک را نوشته میکنیم الکل کوچک در ساختار مورد نظر کدام است الکل کوچک CHC است با یک دو اتم کربن الکل بزرگ چی است الکل بزرگ ما CH3 رابطه CH3 با دو اتم کربن پس اول الکل کوچک را نوشته میکنیم نام الکل با یک اتم کربن میشد میتایل خب الکایلی بزرگ رو نوشته میکنیم الکایلی با دو اتم کاربون نامش میشد ایتایل در آخر هم کلمه ایتر رو به آن علاوه میکنیم پس نام مرکب مورد نظر شد میتایل ایتایل ایتر نکته از عزیز اگر در ساختار ایترها به اتم اکسیژن دو گروه الکایلی که اتصال یافته است کاملا مشابه یکدیگر باشند در این صورت در نامگذاری ها به این قسم عمل میکنید از پشوند دای استفاده میکنید به معنای دو و بعد نام الکایل رو نوشته میکنید و در آخر هم کلمه ایتر را به آن علاوه میکنید با توجه به این فرمول میرویم با هم یک سوال کار کنیم سوال گفتن نام مرکب زیر را بنویسید برای شما دو معادله یا دو ساختار داده شده است از شما خواسته است که نام آن را نوشته کنید با توجه به فرمولی که بیشتر براتون یا نکته‌ای که بیشتر براتون گفته شد خب این فرمول ها را بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و با هم یک جای حل میکنیم دو مرکب برای شما داده شده است داده شده است میخواهیم که نامان را نوشته کنیم با توجه به نکته که که پیشتر برایتان گفته شده است نکته که گفته شده بود این بود که اگر به اتم اکسیژن در ساختاری ترها دو گروپی مشابه دو گروپی مشابه اتصال یافته باشد در این صورت از پیشوند دای استفاده میکنیم پیشوند دای به معنای دو پشوند دای به معنای دو نوشته میکنیم و بعد نام الکایل و در آخر هم کلمه ای را به آن علاوه میکنید خب با مرکب اول دقت کنید چون به اتم اکسیژن دو گروپ الکایل مشابه اتصال یافته است پس از پشوندی دای استفاده میکنید بعد از او نام الکایل نام الکایلی با یک اتم کاربون می شود میتایل در آخر هم کلمه ایتر را به آن علاوه می کنید پس نام مرکب مورد نظر می شود دای میتایل ایتر ایتری ایتر ای که دارای دو گروپی میتایل است مرکب بعدی رو دقت کنید بازشون چون بعدم اکسیژن دو گروپی الکایل مشابه اتصال یافته است پس از پشوندی دای استفاده میکنیم. بعد نام الکایل نام الکایلی با دو اتم کاربون میشود شود ایتایل در آخر هم کلمه ای ایتر مرکب مورد نظر می شود دای ایتایل ایتر که ایتر با دو گروپ ایتایل است. و اما ساختار الدیهاید ها چگونه ساختار است؟ الدیهاید ها یکی از مشتقات اکسیژن دار هیدروکربن هاست ها که دارای گروپ وظیفوی سی دو رابطه او رابطه H است. هرگاه این گروه وظیفه ای را در ساختار فرمول ها یا مالکول ها مشاهده کردید مرکب مورد نظر یک الدیهاید می باشد ساده ترین الدیهاید مرکب میتانل یا فرم الدیهاید است با ساختار زر که گروه کاربونیل و دو اتم هیدروژن اتصال یافته است مهمترین کاربردی که میتانل یا فرم الدیهاید دارد در ها از آن برای نگهداری اجساد موجودات استفاده می شود که یک کاربرد بسیار مهم است و اما این مرکب مورد نظر میتانل یا فارم الدهید به روش زیر تولید می شود که اگر مولکول اکسیژن را با میتانول با هم یک جای کنیم و تعامل کند محصولی که تولید می شود یک فارمالدیهاد یا میتانل است. و اما می خواهیم ببینیم که چه قسمی می تانیم الدیهاید ها را نامگذاری کنیم. برای نامگذاری الدیهاید ها به روش زیر عمل می کنیم. ابتدا حرفی ای در آخر نام هاید ها را به جای آن پسوندی. ایل که مشخصه ایلدهاید ها می باشد قرار میدیم و تعویز می کنیم با توجه به فرمولی که برای شما در قسمت داده شده است می رویم یک سوال در این رابطه با هم کار کنیم سوال قسمت نام مرکب زیر را بینویسید. معادلات که برای شما داده شده است با هم بر روی تخت نوشته نوشته می کنیم و نام آن را مینویسیم خب دو مرکب معروض نظر رو برای تختصیح نوشته کردیم میخوایم نام آن را نامگذاری کنیم هر گروپ وظیفوی که به این صورت باشه C, اچ او یا فرمول مشرعی ها سی دو رابطه او رابطه H مشخصه ی ها می باشد وقتی این مشخصه یا گروپ وظیفه را مشاهده کردین می که باید نام الدیهاید مورد نظر را نوشته کنید در نامگذاری الدیهاید ها پس حرف ای در آخر نام هایدروکاربان ها تبدیل می شد به ای ا پس وندی ای ال ایل در الدیهاید ها خب مرکب اول را دقت کنید در این قسمت یک هایدروکاربون دارید با چند اتم کربن یک دو سه سه اتم کربن نام هیدروکربنی با سه اتم کربن میشد پروپان پروپان. خب گفته شد به جای حرف ای پسوند ال قرار میدادیم پس حرف ای را از قسمت حذف میکنیم به جای آن پسوند ا را قرار میتیم پس مراکب ملرزا نامی شد پروپا نل مرکب دوم را دقت کنید نام هایدروکاربونی با دو اتم کاربون می شود ایتانل ای تا نام هایدروکاربونی با دو اتم کاربون می شود ایتان که بر جای پسوند ای برای نامگذاری ارلی ها از پسوند ای استفاده میکنیم نامش میشه نام مرکب مورد نظر ایتا نل به این شما میتونید نام مرکبات مختلف یا ارلی های مختلف را نامگذاری کنید درس امروز ما در قسمت تمام شد میخواییم که یک جنبندی داشته باشیم امروز ما شما چی یاد گرفتیم امروز ما و شما با ساختار ایترها آشنا شدیم که ایترها دارای گروپ وظیفوی اکسیژن هست که از دو طرف به دو گروه الکایل اتصال یافته است. از ایترها با عنوان ماده بیوش کننده در عملیات های استفاده می شود و نامگذاری ایترها را یاد گرفتیم که در نامگذاری آنها اول الکایل کوچک بعد الکایل بزرگ و در آخر هم کلمه ایتر را به آن علاوه می بعد از با الدیهاید ها آشنا شدین الدیهاید ها دارای گروپ وظیفوی سی دو رابطه او رابطه اچ بود که نامگذاری آنها را یاد گرفتین مهمترین مرکب الدیهاید ها متانل یا فارمالدیهاید بود که برای نگهداری اجساد موجودات در لبراتوار استفاده میشد. نامگذاری الدیهاید ها را یاد گرفتین که حرف بجای حرف ای در آخر نام هایدروکاربن مورد نظر پسوند ای, ای, ای ال را که مشخصه الدیهاید ها می باشد را نوشته میکردید مجموعه یا جنبندی درس امروز ما ای بود که شما این مطالبه یاد گرفتید شما رو به خداوند بزرگ می خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه